مارینا آبراموویچ. یه جورایی به مارینا آبراموویچ ملکه پرفورمنس آرت میگن، چون واقعا تأثیری که بر پیشبرد و تکامل این هنر گذاشت بسیار زیاد بوده. کاراش متنوع، فیزیکال و شدیداً احساسیه. مهمترین کارش هم که تو اولین ویدیو معرفی کردم، پرفورمنس هنرمند حاضر است. در این پرفورمنس آبراموویچ به مدت 736 ساعت با مخاطبا تماس چشمی برقرار کرد. داستان این بود که در سال 2010 آبراموویچ تو موزه هنر مدرن نیویورک به مدت 3 ماه روزانه 8 ساعت روی صندلی میشست و بازدیدکننده ها میتونستن به نوبت مقابلش بشینن و به چشماش نگاه کنن. اما داستان به اینجا ختم نمیشه. یکی از لحظات تاثیرگذار این پرفورمنس زمانی بود که اولی، دوست پسر و شریک سابق مارینا، بدون اطلاع قبلیش مقابلش نشست. مارینا و اولی در دهه 70 با هم رابطه عاشقانه ای داشتن و آثار هنری مشترکی خلق کرده بودن که در انتهای این ویدیو بهشون اشاره میکنم. اما در سال 1988 از همدیگه جدا شدن. دیدار دوباره اونا تو این پرفورمنس خیلی احساسی شد و مارینا به شدت متاثر شد. واکنشش هم این بود که دست اولی رو بگیره که به قول خودش تمام قوانین پرفورمنسش رو زیر سوال میبرد، چون قرار نبود هیچ تماس فیزیکی برقرار شه و فقط نگاه کردن باشه. این عمل نشون دهنده عمق احساسات و ارتباطشون بود و مارینا بعداً به اولی گفت که من دستتو گرفتم چون تو هر کسی نبودی، تو همه زندگیم بودی. این واکنش از پیش برنامه ریزی نشده یه لحظه واقعی انسانی رو نشون داد. این لحظه به یکی از یادمانی ترین و تأثیرگذارترین بخش های پرفورمنس هنرمند حاضر است تبدیل شد و توجه بسیاری رو به خودش جلب کرد. مارینا و ستاره‌ای از آتش. ریتم 5 یک اجرای جنجالی از مارینا آبراموویچ بود که در سال 1975 در اون یه ستاره 5 پر چوبی بزرگ و با بنزین شعله ور کرد و در حالی که آتیش زبانه می کشید مارینا مقداری از ناخونا و موی خودش رو با قیچی برید و تو آتیش انداخت. سپس وسط ستاره و آتیش دراز کشید، غافل از اینکه آتیش تموم اکسیژن دور تا دور مارینا رو مکیده و باعث خفگیش میشه. تماشاگران نمیتونستن اونو به خوبی ببینن، اما به موقع نجات پیدا کرد و به بیمارستان منتقل شد. این اجرا به شدت شوکه کننده بود و نشون دهنده مرزهای خطرناک هنر پرفورمنس. آبراموویچ در همین مجموعه ریتم و در ریتم 10 هم کاری متحیر کننده خلق کرد. در ریتم 10 با استفاده از تعدادی چاقو به طور مکرر روی دستاش میزد. این پرفورمنس به بررسی مفهوم زمان، تکرار و خودآزاری پرداخت و نشون دهنده مرزهای میان خودکنترلی و از دست دادنشه. آبراموویچ درباره این پرفورمنس میگه فکر مرگ منو به وحشت میندازه. وقتی هواپیما تو هوای متلاطم میره از ترس میلرزم. شروع به نوشتن وصیت‌نامه‌ام میکنم، اما وقتی نوبت به کارم میرسه احتیاط میکنم. این همون چیزی بود که من در مورد ریتم 10 احساس کردم. قطعی که من قصد داشتم در ادینبورگ اجرا کنم کاملا دیوونه کننده بود. اینکه چاقوی تیز و روی میز و بین انگشتات بکوبی. جمعیت بهت زده در حال تماشا بود. من چاقو رو خیلی تند بین انگشتای دست چپم میزدم. البته چون خیلی سری پیش میرفتم، هر چند وقت یه بار یه انگشتم زخمی میشد و خودم رو ناقص میکردم. هر بار که مجروح میشدم از درد ناله میکردم. صدام ضبط میشد. سپس چاقوی بعدی رو برمیداشتم. خیلی زود همه چاقوها رو استفاده کردم. کاغذ سفید زیر دستم به طرز بدی با خون من آغشته شده بود. جمعیت مات و مبهوت خیره مونده بود. اونجا بود که احساس خیلی عجیبی در من ایجاد شد. چیزی که هرگز تو خوابم نمیدیدم. انگار برق تو بدنم میچرخید و من و تماشاگر یکی شده بودیم. یه ارگانیسم واحد. احساس خطری که بیننده ها تو سالن میکردن با حس ترس من یکی شده بود.